بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. غړم دي دم ست در روزي ماهي تا بنا کلا بدزام خوګ پیغمبر دوست پاک غني سبحانا کلا بدزام خوګ پیغمبر لنا مين دي لو گشما ود زړګي سره لروزي د سپیلا نشما خوګ پیغمبر لنا مين دي لو گشما ود زړګي سره لروزي د سپیلا نشما ستادشنی گمبد پزړګي لارم ارمانا کلا بدر زام خوګ پیغمبر دوست پاک غني سبحانا کلا بدر زام غړم دي دن ستا دروزي ماهي تا بنا کلا بدر زام خوګ پیغمبر دوست پاک غني سبحانا کلا بدر زام ډیرم ګناګار الله ته حل تب سوالو نکړم خود بیت الله کی با می جگ دوالا الحمد لله المتأدبين بآدابه أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين Allah'a emanet olun.
زندگی ما مرهون نعمت کیست؟
حقيقة وجود حسب الله مرهوم منعم حقيقي حضرة الحق سبحانه إنك وإن إحسان الله جل وعلا الله جل وعلا بر ما منت کرده احسان کرده ما را آفریده مسلمین را آفریده مؤمنین را آفریده و بعد به درجه کمال و درجه رشد و بلوغ که رسید زمان دیگی مرد خدا جهاد میکنه و مبارزه میکنه خداوند حیران میکنه که به نفس میخند ان الله اشترى نفس تو پیشنان خریدگی میخوا و مالک در راه جهاد و در راه ایثارگری و قربانی به خاطر اعلای کلمت الله به خاطر حکومت کلمت الله به خاطر تحقق کلمت الله و مصرف میرسانی ایمانت النفس و خریدگی و در بدنش چی سلعتی بأن له جنة فإنك حقيقة برای جنة سه عنوان داره مشتری مشترا سلعه یا مبیع و بدل سلعه چهار مشتری خداوند مشترا نفس بندیش سلعه مشتری خداوند مشتران نفس بندیش و مال بندیش که اون هم خدا داره همه چیز ما از خدا در حقیقت مالک هر شیء خداست این امانت چند روزی نزد ماست همه چیزی که با ما داره و نداره دار و نداره ما از خداست ولی باز پس خودش میده آیا این بنده نوازی نیست آیا این مؤمن نمازی نیست؟ آیا این رحمت بی پایان و بی منتها نیست؟ آیا این ذره نمازی و کوچک نمازی بر بندگان جل جلاله برای مؤمنین و مسلمین و خاصتاً امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آری این دیگه چیزی بوده نمید بر بندگان جل جلاله زرد نماز است، کوچک نماز است، بندگان همی رو بیچاره ای کرده بندگان این بندگانی که مقام خود را درک نکردند و نمیدانند این بیچارگان را نوازش میکنند دست منت، دست احسان، دست بخل، دست برتری و تلطف بر همه اینها میدهد که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و این پروردگار جل جلاله خریده از مؤمنین نفسها و مالهایشان را در بدن این برشان کرد عرض کردم که این ملت آیه مفهومش را که گرفتیم که این آیه به خاطر نمازش شدنای اسلام و به خاطر ترغیب به جهاد مفهوم و هدف آیه مبارکه تشویق و ترغیب به جهاد فی سبیل الله و بیان مقام و منزلت شهدای اسلام حدیث را که قرائت کردم از جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم پرسان شد که یا رسول الله مجاهدین و چند گروه هستند مجاهدینی که در رکاب تو و در موکب تو جهاد می کنند و چند گروهی تقسیم شدن یک گروه به این جهاد می کنه که سائلم تا سوال می کنه برای این جهاد می کنه که کلمت نسید یک کسی برای این جهاد می کنه که شهرت پیدا کنه آوازه پیدا کنه سید شهرتش دنیا را ببینه
و یا کسی دیگر بلی جواب میکنه جرأت و شجاعت خدا بشار و گوان بچه فلان ابن فلان خیلی شجیع و جرأتمند و دلاور و سرمکر دلیل بسیار قهرمان بود. کدام یکی سبیل الله؟ کدام از در راه معلم امت، معلم بشریت، دلسوز امت، پشت و بلاه آسیان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. من قاتل لتكون کلمة الله هی جواب و مبارزه موقن نظر خدا، جواب و مبارزه خدا دوست دارد که برای خدا باشد و به خاطر اعلای کلمت الله. اعلای کلمت الله چه معنی؟ اعلای کلمت الله همین معنی در هر جا حرف خدا باشد، در هر جا قانون خدا باشد، در هر جا صدای دین خدا باشد، در هر جا صدای دستور رب العالمین جل جلاله برد نبی برد نبی برد نبی. این است معنای لتكون کلمت الله هی اکبر. بدون شک کسانی که به خاطر و نخداوتن منافع دنیا، به خاطر کسب شهرت و به خاطر رسیدن به مقام و منزلت و منصب جهاد کرده باشند، اون جهادشان هوا هم نزد، یعنی به اندازه ذره برایشان نفر از به همین خاطر رحمت للعالمین معلم بشریت در یک دستور دیگری گرانمایهشان فرمودن روز رستخیز، روز قیامت، روزی که همه محاکمه ها در اونجا فیصله میشه، دادگاه حقیقی، قاضی حقیقی، پلیس و شرطه حقیقی که در اونجا زور اعتبار ندارد، قدرت اعتبار ندارد، رشوه اعتبار ندارد، مال و دارایی و فرزند اعتبار ندارد، آنجا رب العزت نگاهی زده کنه لمن الملك اليوم، برای گردن فرازان و برای تکتازان و برای بدماشان تاریخ و برای قلدران زورگویان که در اینجا لاف خدایی می زدن و در اینجا سر و سرای خدایی سر می دادن مانند نمرود و فرعون و امثال هم و کسانی که برای اینها رفته بودن و دنیا را بر تکتازی گرفته بودن و بر بالای مخلوق خدا انوار ظلم و شکنجه و امثال هم را روا می داشتن، اونجا پروردگار عدیل و قدیر برایش میگه لمن الملك اليوم، امروز پادشاهی از آن کیست؟ همه سرفکنده، همه به حالت خود متوجه که چه خواهد شد. حول قیامت، حول رستخیز گپ ساده نیست، مسئله ساده نیست. رجا همه به بیدی خودت رب العالمین جواب خودت گفت لله الواحد القهار، امروز پادشاهی، امروز حکمرانی و حکم فرمایی از آن واحد الله. در چنین روزی مخلوقات و پای محاکمه در پیش واحد یکتا قهار بی‌حدا کشانیده می شوند، ظلم ظالم از مظلوم گرفته می شوند، حتی در بین حیوانات محاکمه صورت می گیرد، حیوانی که بالای حیوان دیگر ظلم کرده در اونجا محاکمه صورت می گیرد، اونجا قصاصش برش داده می شود، همون ظلمی که در دنیا کرده همون ظلم در اونجا برایش مظلوم را زور داده می شود و ظالم ضعیف قرار می گیرد، مظلوم همون ظلمی که سرش شده از ظالم می ستاند و حقای قصاص را عادل مطلق احکم الحاکمین در بین حیوانات جاری دارد تکبیر دارد تکبیر دارد تکبیر. سپس در چنین روزی که مخلوقات علی رؤوس الاشهاد و با
به این مقصد که پروردگار امروز
بر من توفیق منت دی که برای بلند بردن اسلام مثبت کرده انسان مسلمان که از خانه بیرون میری تو انسان دکاندار مغازه‌دار کسرکار که از خانه بیرون میری به همین نیت بیرون برو که پروردگارا نفقه عیالم بر من فرض است بر من منت دی و احسان کن که رزق حلال از دروازه حلال از ممر حلال برای اهل عیالم فراهم از حرام و شبه حرام مرا و به امور مسلمین متوجه یعنی خدمت به مسلمین هم کرده حدیثی داره پیامبر اعظم علیه الصلوات و تسلیمات می فرماید من اصبح ولم یقدم به امور مسلمین فلیس من کسی که صبح می کند یعنی بر می خیلد و صبح می کند و به امور مسلمان ها توجه می ندارد از جمله ما نیست غم دین باید خورد غم اسلام باید خورد غم مسلمانی باید خورد این غم دلار و قوم و طلا و نقره و امثال هم اصلا زوال ندارد به این معنا که همیشه با توست ولی بلدت نمی کند غم طلا غم قوم و نقره و دلار تا زمان است که تو نفس ولی غم دین آن است که بعد از مرگ ببرد در قبر تو مونس وحشتت می شود در قبل تو یار و یاور به هر تقدیر این مسائل آیه مبارک احادیثی که حضورتان بیان کردن حد کردن قبل این علت بار بار موقع آزمون و امتحان الهی قرار گرفت ولی در هر مرتبه به یمن نصرت پروردگار جل جلاله سربلند موفق پیروز رستگار کامیاب بدن زمزمه همین در این روزها زمزمه همین است لیست 5000 نفر شهدای برحق شهدای که به خاطر حفاظت ایمان حفاظت دین حفاظت ننگ و ناموس تعدادش به این خاطر به خاطر خدا قیام کرده بودند در برابر رژیم سفاق و خوناشان در برابر رژیم جلاد و شیاد و در برابر رژیمی که با تمام موانی اسلام و با تمام معانی اسلام استهزا و تمسخر می کرد رژیمی که فرزندان مسلمان را از فاکولته ها از لیسه ها از مکاتب از مدارس به نام خمینیست به نام اخوانیست به نام این و آن و کام مرد سپاری کرد رژیمی که جنایتش شرق و غرب دنیا را فرا کرد در برابر همین رژیم جوانان مسلمان جوانان باشعور هدفمند و بارسالت که در قرا و قصبات اطراف اکناف این سرزمین و مرزبون از شهرها و قریه ها زندگی می کردن بقا خواستن حرکت ها را شروع کردن جهاد را شروع کردن مبارزه را شروع کردن آگاهی دهی مردم را شروع کردن شعور و آگاهی سیاسی به مردم دادن ملت را فهمانیدن که رژیم و به اصطلاح گردانندگان چرخ سیاست به سوی راهی می روند که راه خدا و پیامبر نیست راه ملت مسلمان نیست راه کفری و دهر این جهاد و این مبارزه ای که در 14 سال خونی مردم خون خوردن و خون تزریق شدن از خون تغذیه کردن و بعد بقا خواستن که امروز در ساحه امن شما نشستیم از یک نفر و دو نفر و یک ولایت و دو ولایت و یک بلسوالی و دو بلسوالی ساخته نبود تمام ملت مسلمان افغانستان شرق و غرب و شمال و جنوبش در این جهاد صحیح حتی اطفال که در اون روز زندگی میکردن در این جهاد صحیح ما یک حکایت از مادران داغدار و مادران داغدیده صحنه های پیکر و مبارزه و نبرد در برابر باطل و شما حکایت
یک جوان ترومند و برومند، یک جوان زیبا و حسین را نقش جنازه شهادتش را و دروازه مادرش بردن. ببینید مادر هم واسطاز، مادر غیرت آور، مادر شجیم و دلاور، مادر دین پرور و ایمان پرور. برای کسانی که نقش جنازه فرزندش را به دروازه اش بردن، گفت با آنها گفت ببینید فرزندم از پیش رو من میخورده یا از پشت سر. اگر از پیش رو من میخورده شهادتش مبارک، سهی عز و شرف، شهادتش مبارک، سهی عز و شرف. بیاورید با آغوش و اگر از پشت سر من میخورده این فرزند داخل هست، این را اینجا نیاوریم ببریم یک جایی دیگر. این جهادی که امروز بالاخیره در این جا ما نشستیم، بسیاری ها میگه جهاد چی ثمره داشت. شما باور بکنید ثمره جهاد بسیار بسیار زیاد است. یک ثمره اینه میگه عزیزای مادر، ما و شما داریم نداریم دین داریم. از دین ما سوا اگر چیزی باشه نباشه همه مسئله هوا هم منظورات. اگر یک انسان همه چیز داشته باشه و فرهنگ شما دین نداشته باشه و چی خواهش؟ آتش ابدی جهنم در انتظارش است، آتش ابدی دوزخ در انتظارش است. ما سر ما فدای دین ما، خون ما فدای دین ما، مال و دارایی و سر همه و همه فدای دین ما. ولی آیا ملت قهرمان و شهید پرور افغانستان همین دوره گردن؟ دیار خود را، سرزمین خود را، باغ خود را، آسیای خود را، راه خود را، تمام دار و ندار خود را رها کردن و به سرزمین های دیگر هجرت کردن تا اینکه کلمه خدا بلند شود، تا اینکه جهاد در برابر ارتش سرخ و یا یاورش به پیروزی برسد. ولی پروردگار وعده کرده این کنصر الله ینصرکم و یثبت اقدام. اگر شما برای خدا حرکت بکنید خدا شما را پیروز، خدا شما را سربلند و موفق می‌سازد. یادبود این شهدای بی‌مدار که تا امروز گمنام بودند، عزیزانشان در انتظار آمدنشان در شماری می‌گرفت که امسال سال دیگر خاطر جای سرشان پیدا شود. اما رژیم صفاق و قناچاق همه قتل عام کردن، حتی فرزنده های 12 ساله این ملت از یک انسان 12 ساله چه برمی آید برای حتی به اونها رحم نکردن. حتی اطفال شیرجوش را در گهواره سفاکترین ظالمترین انسان را در گهواره خسپالین نشان میدن، ولی ظلم این خاین های داری از خسپالین بارد. باید شهدای که نامشان در لیست 5000 نفر اعلام شد لله الحمد، این مسجد شما مسجد جامع شیرشاه سوری در این هفته 2 مرتبه میزبانی برگزاری محفل دعاییه و فاتحه به ارواح شهدا، یک مرتبه از عام ملت افغانستان و مرتبه دیگر از ولایت غزنی که مردم شریف غزنی اینجا آمدن، از بسته ولایت غزنی با یادبود شهدا و با یادبود آن عزیزانشان که 38 سال پیش، 32 سال پیش، 30 سال پیش، 28 سال پیش و کمیش از دست دادن، اینجا با تلاوت آیات ملکوتی قرآن کریم و مراسم فاتحه برگزار کردن بودن. دولت این روزی که لیست افشا شده، این روز را باید یک روز رسمی، یک روز بسیار قابل اعتماد و یک روز قابل قدر در تاریخ افغانستان با قلم جریب و درشت نوشته. پارلمان افغانستان وظیفه دارد این را من حیث یک جزئه قانونی در قانون درج بکنه و سرش تصمیم بگیره و به نام این شهدا مساجد، مدارس، مکاتب، پوهندونها، شاهراها ساخته شود تا که نامشان یادگار و ماندگار باشد. ولی شاید یک
جوان مسلمان ما، یک جوان زیبای ما در این مجلس از من پرسان بوده که این چه فایده را از اسلام عزیز 1400 سال میشه، یعنی 14 قرن. اما جبیری انصار و تمیمی انصار امروز در کابل من شما زیارتشان از به او افتخار. اگر ارزش‌های جهاد ملت مسلمان افغانستان، ارزش‌های شهدای ملت مسلمان افغانستان از او از دیدگاه و قانون شرع و اسلام دیدنه شود و اگر این ارزش‌ها از جانب ملت و دولت محافظت از این ارزش‌ها صورت نگیرد، روی هم رفته همه به دست یهود و نصارا و دشمنان اسلام سبوکدار خواهد شد. ولی ملت مسلمان هوشیار و دانشمند ما، همچنان حکومت باید هوشیار و زیرک باشد. این ارزش‌های جهاد، ارزش‌های شهدای مسلمین را طور نگهداری و حفاظت بکنند که نسل آینده که بیاید با آبا و اجداد خود افتخار کنند، مانند که ما با آبا و نیاکانمان افتخار کردیم که در برابر هیچ زورگو، در برابر هیچ قلدر، در برابر هیچ ظالم تاریخ و خائن تاریخ سر تعظیم و تسلیم فرو نگذاشت. این فایده و این فلسفه و این منطق حفظ تاریخ، اگر ما ارزش‌های این جهاد و این مبارزات پی در پی در برابر دشمنان خدا و دشمنان رسول و دشمنان دین و مذهب از دست دادیم، نسل بعدی که می‌آید از ما تاریخ وجود ندارد جز تاریخی که بعد تاریخ‌های در بعد کتاب‌ها اون هم ناقص و ابتر نوشته شده باشد، بلکه تاریخ‌های زنده، بلکه تاریخ‌های قوی و محکم و نامه‌های گرامی و مقدس این شهدا در هر جای امکان که ممکن بزیر و به دسترس مردم زیادت امکانش نمیده بینند باید حق شود، در سنگه ها حق شود تا همه مردم این قهرمانان واقعی و این شبیهان اصحابه و این جوانان واقعی افغانستان بشناسند، نام خودش را، نام بلدش را، نام ولایت بلسواری و حتی خاندانش را که به اون مباهات و افتخار پروردگار جل جلاله. حالا شهدا دادیم، جهاد کردیم، از این شهدا یتیما ماندن، بیمه ها ماندن، جامعه ما در یک حالتی بسر میبرن، اینها همه به حفاظت زد. عزیزان، بیرامون این مسئله هرچی انسان صحبت بکنه، این دردی که در وجود انسان است، این درد جز به پیشرفت اسلام، ترقی و تعالیم دین اسلام و دیگر چیز شفایاب نمیشه. وقتی که برای من سپردش نبود که انا قدر صحبت میکردم وقت تمام شد، ولی دعا میکنیم که پروردگارا این شهدای ما را، این 5000 شهدا و یکنیم میلیون شهید دیگر که به خاطر رضای تو تقدیم کردید پروردگار از ما بپذیر. خدایا به برکت خون این شهدا، خدایا خدایا تو حاضر هست، خدایا تو حضور داره و عین ما تبد و خطب و مشد خدا به شکر است نیست ما با عاجزی مسئله کنید و بندگی که تجلی بندگی همین خدایا برای مسلمانان عزت و سر بمیرسی، خدایا مسلمانان را اتحاد اتفاق برگرد، خدایا مسلمانان افغانستان را اتفاق و اتحاد وحدت و همبستگی نصیب، خدایا پروردگار هر کسی که به خاطر دین اسلام، به خاطر رفاه ملت و مردم مبارزه میکند، جد و جهد میکند، تلاش میکند، خدایا او مردم سربلند و سرفراز مبارزه، خدایا کسانی که به نابودی این ملت، به نابودی این مردم قهرمان پرور و به نابودی دین و مذهب ما هستند، خدایا او مردم را مانند حرف غلط از صفحه تاریخ حذف بفرما و محروم نابودش بفرما به عزت الله. مدام اسلامی پاک نظام سر پروار کو ہس کے ساتھ مقام س
سر پریوار کمو حس کے ساتو مقام تل دیوی مدام اسلامی پاک نظام سر پریوار کمو حس کے ساتو مقام سر پریوار کمو حس کے ساتو مقام